عکس یادگاری خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه اولین عکسی که از من گرفته شد برای امتحان ششم ابتدایی بود تا اون موقع نه دوربینی از من عکس گرفته بود نه خودم به این فکر افتاده بودم که ببینم قیافم توی عکس چجوریه اگه آینه نبود خدا میدونه تا با خودم آشنا می شدم و خودم رو میدیدم و میشناختم می چقدر طول میکشید به هر حال روزی که توی مدرسه گفتن باید بری عکس بگیری بیاری تا بزنیم تو پروندت اول باورم نشد بعد که شستم خبردار شد قضیه جدیه چنون خوشحال شدم و دست و پامو گم کردم که نزدیک بود بپرم دست معلم اونو بابت این محبت ببوسم و بعد از زور خوشی سوت بزنم اما خودداری کردم و به جای همه این کارا تا خونه دویدم و وقتی به بیبی گفتم بیبی باید هر جوری هست از من عکس بگیری هیچ چاره ایم نیست خدا بیامرز اخماشو کشید تو هم و گفت بسم الله الرحمن الرحیم حق چیزایی نشنیده این دیگه چه حقیه که سوار کردی کی این حرفا رو یادت داده عکس میخوای چیکار مگه میخوای بری سربازی که باید عکس بگیری هر وقت بزرگ شدی پول دار شدی برو عکس بگیر من پول ندارم که بدم عکس تو وردارن عکس میخوای ببینی برو جلو آینه خنده بلندی کردم و گفتم ها, 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 ها. کجای کاری بیبی بی؟ تو مدرسه گفتن که باید عکس یادگاری بگیری بیاری اگه عکسمو نبرم ازم امتحان نمیکنن قبول نمیشم من دیگه بزرگ شدم گنده شدم میخوام امتحان نهایی بدم بیبی بی, بی حرفمو قبول نکرد هرچی گفتم زیر بار نرفت گفت خب برو امتحان بده مگه قراره که به جای خودت عکست امتحان بده گفتم بیبی بی, بی میخوان برام پرونده درست کنن میخوان بهم تصدیق بدن اگه تصدیق نداشته باشم که درس خوندنم بیفایده است اگه تصدیق داشته باشم میتونم برم تو اداره نوکر دولت بشم حقوق بگیرم حرف زدن با بیبی بی بی, بی, بی فایده بود خر خودش رو سوار بود و میگفت ملا شدن درس خوندن آدم شدن اصلا ربطی به عکس گرفتن نداره اگه کتابی دفتر مشقی قلمی چیزی میخواستی قبول میکردم ولی عکس برداشتن برای ملا شدن از اون حرفاست که من باور نمیکنم بعدم توپید به من که راستشو بگو کی یادت داده که اینجور دروغای شاختار بگی کم کم بند کرد به قیافه و هیکلم و گفت آخه خودت فکر کن بشین کلاهتو و قاضی کن برو جلوی آینه قیافت رو ببین ببین این قیافه ای رو که تو داری به درد عکس میخوره یا نه باز اگه گردن کلفت و صورت چاق و سرخ و سفیدی داشتی بعد نبود ولی تو فکر نمی کنی با این قیافه و هیکل عکس چی از کار در میاد کسی معمولا از خودش عکس میندازه که هیکلش قابل عکس انداختن باشه نه تو که قد و بالات عینه چوب کبریته عجب دور زمونه ای شده من پول داشته باشم شکم تو سیر بکنم خودش خیلی کاره دیگه عکس گرفتن از هیکل مردنیت پیشکشم بیبی ولکن معامله نبود عکس که از من نمیگرفت هیچ آبرو هم برای قیافم نذاشت دیدم حریف زبونش نمیشم اون روز از خیرش گذشتم و روز بعد رفتم مدرسه به معلممون گفتم آقا بیبی بی ما میگه تو با این قیافت که اینه چوب کبریته نمیتونی عکس بگیری به ما پول نمیده که عکس بندازیم میگه درس خوندن امتحان دادن به عکس برداشتن چه مربوط معلم پوزخندی زد و گفت به بیبیت بگو بیاد مدرسه من خودم با اون حرف میزنم بعد از ظهر اون روز بیبی کفش و کلا کرد و با من به مدرسه اومد بین را تا میتونست ناله و نفرین کرد که چرا بابت دو کلاس درس خوندن این همه اذیتش میکنم و ادا در میارم و ضمناً از نظر بد و بیرا به مدرسه و معلم و مدیرم کوتاهی نکرد. من اصلا اهمیت ندادم و به روی خودم نیاوردم. صبر کردم چون میدونستم که پشتم قرص و عاقبت پیروز میشم. بالاخره بیبی بی با اوقات تلخ و قیافه ای حق به جانب وارد مدرسه شد و برام خط و نشون کشید که الان آشی برات میپزم که یه وجب روغن روش باشه. بعد یه راست رفت و دفتر و در و پشت سرش بست. من جرأت نکردم همراش برم تو همین جور تو دفتر کیف دست ایستادم و از لای در بیبی رو نگاه کردم از شما چه پنهون دلم تاپ تاپ میزد میترسیدم زور بیبی بی بچرب و در این میون قضیه عکس انداختن من ماسمالی شه معلممون هنوز نیومده بود پیش خودم خدا خدا میکردم که سر و کلش پیدا شاید اون از من طرفداری کنه و کار عکس انداختن سر و سامونی بگیره تو این گیرودار یهو چشمم به معلم اونو افتاد که داشت عینهو فرشته نجات از در مدرسه میومد تو پریدم جلو سلام کردم و گفتم آقا ما بیبیمون رو اووردیم رفته تو دفتر نشسته خیلی زبون بازه آقا حواستونو جمع کنین یه وقت آه و ای نکنه که دل شما بسوزه و کلک عکس گرفتن از من کنده بشه اگه گفت پول ندارم و مثل ابر بهار گریه کرد باور نکنین پول داره البته خیلی پول نداره ولی خب به قدر عکس گرفتن از من داره معلم درست به حرفای من گوش نمیداد. همینجور تند میرفت و من هم پشت سرش میدویدم و بلبل بل زبونی میکردم. معلم یک راست رفت تو دفتر و موقع باز کردن در دفتر گفت: باشه مجید قصه نخور. انشالله درست میشه. منم میخواستم پشت سرش برم تو تا ببینم اوضاع و احوال عکس انداختن به کجا میکشه. بی بی پیروز میشه یا معلم؟ حقیقتش جرأت نکردم. رفتن تو دفتر دل شیر میخواست. معمولا دفتر جای چای خوردن و بگو بخند معلم ها و مدیر بود و کتک خوردن بچه ها. حالا خودتون حسابش بکنین کدوم طفل نادونی حوث رفتن تو دفتر به کلش میافتاد. تازه پدر و مادرایی هم که تو دفتر می رفتن بیشتر برای شکایت کردن از بچه ها و پاپوش دوختن برای اونا بود یا آهناله کردن بابت پولی و بردن آبروی اونا و چیزایی از این دست. پس دفتر برای بچه ها جای بسیار ناجور و خطرناکی بود. از اون گذشته هرگز اتفاق نیفتاده بود که بچه ای وارد دفتر شه و یکی از معلم ها یا مدیر یه چای تلخ بیقابلیت تعارفش بکنه و لبخندی تحویلش بده. تعجبم اینجا بود. معلم که حتما خاطرات ناگوار و تلخی از بچگی و اوضاع و احوال دفتر داشتند چطور دلشون میومد با خیال راحت بشینن، چایی بخورن و بدون اینکه یاد گذشته دردناک خود در اونجا بیفتن از دنیا لذت ببرن. به حال پشت در دفتر کیف به بغل نشستم به دفتر فکر کردم و کم کم در کیف رو باز کردم و هی به آتش توی کیفم ور رفتم که یعنی دارم مثلا دنبال قلمی میگردم و در حقیقت تمام هوش و حواسم تو دفتر پیش بیبی بی و معلم و مدیر بود گوشم رو تیز کرده بودم که ببینم بالاخره جریان عکس به کجا میکشه صدای بیبی میومد شما معلم ها عوض این که چیزی یاد این بچه ها بدین تا وقتی بزرگ شدن به دردشون بخوره میگین برین عکس بگیرین مگه این همه آدمی که ملا شدن و کتاب حافظ و قرآن و کتاب دعا و امیر ارسلان نامدار میخونن عکس از خودشون برداشتن که سواددار شدن سعد رحمت به همون ملاهای قدیم که یه دونه عکس از خودشون و شاگرداشون بر نمیداشتن ولی هر جور کتابی و عین بلبل میخونن. آدم به کی میتونه دردشو بگه به هر حال بیبی بی افتاده بود به حرف زدن چونش گرم شده بود و تا معلمی اومد از مقررات مدرسه قانون درس خوندن درست کردن پرونده و لازم بودن عکس برای امتحان چیزی بگه بیبی میدوید میون حرفش و نطقش شکور کور میکرد من هم پشت در دفتر همینجور نشسته بودم نفسم و تو دلم نگه داشته بودم و هر وقت بیبی بی حرف میزد اخمام میرفت و هم و تا معلم یا مدیر حرف میزد نیشم باز میشد از لای دفتر با یک چشمم نگاه کردم دیدم بیبی بی ساکت شده و داره چایی میخوره و معلممون حرف میزنه بیبی بی درست نشسته بود زیر شلاق و فلکی که به دیوار دفتر آویزون بود خیالم تخ شد که بیبی بی, بی خوشک داره نرم میشه این بود که بلند شدم و از پشت در دفتر چند قدم اومدم این طرف تا خستگی سرپا نشستن و در کنم و ضمن کار نفس راحتی بکشم به اندازه نوشتن یک صفحه رونویسی ایستادم و این پا و اون پا کردم بله همین طول کشید دیدم خبری از بیرون اومدن بیبی بی از دفتر نشد برگشتم سر جای اولم و گوش خوابوندم که ببینم وضع از چه قراره باز بیبی بی افتاده بود به حرف زدن حالا که شما میگین عکس برداشتن برای ملا شدن و انتحان دادن لازمه حرفی نیست ولی شما رو به خدا مجید و صدا کنین اینجا بش بگین اینقدر منو اذیت نکنه چند وقت پیش رفته بود چارقد منو برداشته بود پاره پوره کرده بود و میخواست رشتههای پارچه رو بپیچه به هم و برای خودش توپ درست کنه چند بار میخواستم بیام اینجا بگم نصیحتش کنین گوشمالی بش بدین فرصت نشد این حرف رو که شنیدم دلم یکو ریخ با این فهمیدم که بیبی بی نمیخواد از دفتر دست خالی بیرون بره فکر کرده تا یادش اومده که من حدود یک ماه پیش چیکار کردم چاره ای نبود جز اینکه زودتر خودم از اون مکان خطرناک یعنی دفتر دوری کنم روی همین حساب زدم به چاک و رفتم تو کلاس قایم شدم پیش خودم گفتم بالاخره این عکس برداشتن خالی از خطر نیست بیبی بی هر جور هست نمیذاره پول بیخود و بینتیجه ای از کیسش در بره توی کلاس بودم که بیبی بی اومد سراغم تا چشمم بهش افتاد مثل تیر از در کلاس زدم بیرون بیبی بی گفت واسه مجید کجا میری همون جور که میدویدم گفتم ما از خیر عکس انداختن گذشتیم تو رو خدا دست از سر ما بردار بیبی بی گفت نه ترس مجید میبرمت عکس مندازی وایسا ایستادم و گفتم بیبی بی تو دفتر به معلممون چی داشتی میگفتی گفت هیچی داشتم از تو تعریف میکردم گفتم پسر خوبیه فقط گاهی من اذیت میکنه همین گفتم من حرفاتو شنیدم داشتی برام پاپوش میدوختی نه خیالت راحت باشه بعد از ظهر که از مدرسه اومدی میبرمت عکس بگیری. بعد از ظهر همراه بیبی بی رفتم پیش آقا تقی عکاس آقا تقی عکاس که بعدا اسمش رو یاد گرفتم پیرمرد پرحوصله و مهربون و زحمتکشی بود یواش یواش و با دقت کار میکرد و دستاش میلرزید از این دوربینای قدیمی آستیندار فوری داشت منو نشون روی چارپایی که پشتش پرده سیاه و رنگ رو رفته و نخن ما آویزون بود دل تو دلم نبود فکر میکردم چه اتفاقی میخواد بیفته اومد جلو دست لرزونشو گذاشت زیر چونم سرم و بالا آورد دست پیرمرد می لرزید چانه و کلم همراه دست پیرمرد لرزید فکر کردم عمدن چونه و کلمو لرزونده و تکون تکون دادن سر و چونه جزو کارهاییه که موقع عکس گرفتن لازمه و باید انجام داد تا عکس خوب از کار در بیاد داشتم تند و تند چونه و کلمو به چپ و راست می چرخوندم که پیرمرد کفری شد نه لرزون جونم چونه و کلتو نجنبون مسخرگی نکن عکست خراب میشه کله و گردن تو سیخ نگردار اینجوری و خودش نشست روی چارپای جای من سر و رو مثل چوب خشک نگه داشت چشماشو قشنگ باز گذاشت دستاشو گذاشت روی هم و پایین تر از شکمش قرار داد و گفت اینجوری گفتم چشم من مسخرگی نمی کنم. خیال کردم که بیبی بی که روبروم ایستاده بود و نگاه هم میکرد به زبون اومد حرفم و برید و گفت هرچی آقا میگن همون کارو بکن چشم بیبی و کله و چونه رو صاف و بی حرکت نگه داشتم آتقی عکاس از کله و چونه مرتب و چوب شده من خوشش اومد و گفت باری کلا پسر خوب همین جوری خوبه و دستامو که سنگین و بیحال و زیادی از دو طرفم از دو سوی چارپای آویزون بود گرفت و بلند کرد و قشنگ گذاشت میون زانوهام خوب جمع و جورم کرد صاف اینه هم مجسمه نشسته بودم و فقط تخمای چشمم این طرف و اون طرف به دنبال پیرمرد میرم که ببینم کجا میره و چه میکنه پیرمرد رفت پشت دوربین بی بی از دور رفته بود تو نخم وقتی منو با سر بالا گرفته دستایی بی حرکت و لبهای بی حرف میدید کیف میکرد هیچ وقت اونجور منو معدب ندیده بود پیرمرد پشت دوربین زیر پارچه سیاهی که از دوربین آویزون شده بود قایم شد و گفت آها آقا پسر خوبه خیلی خوبه فقط کاری که میکنی تو سوراخ دوربین نگاه کن این سوراخ و اشاره کرد به سوراخ گفتم چشم و بلند شدم رفتم جلو به طرف دوربین روی نوک پای ایستادم و یک چشمم گذاشتم دم سوراخ دوربین و گفتم من که از تو این سوراخ چیزی نمیبینم شما هم خوب معلوم نمیشین پیرمرد کلافه شد از زور اوقات تلخی صورتش سرخ شد و دستاش بیشتر لرزید داد کشید نگفتم که بیای چشم تو به به سوراخ دوربین برو بشین جانم از همون دور از همون جایی که نشستی به سوراخ نگاه کن فهمیدی عجب گرفتاری شدی ما مگه دیوونه ای صاف بشین تکو نخور مگه تا حالا دوربین ندیدی عکس ور نداشتی بشین گفتم چشم خیلی معذرت میخوام و دوباره رفتم نشستم روی چارپایه و دستم و گذاشتم همون جایی که آقا گفته بود بیبی بی به آتقی گفت شما حالیش کنین آقا بچم هنوز عکس بر نداشته که بدون چی به چیه زغ زده شده البته شیطونم هست شما به بزرگواری خودتون ببخشید و پشمندش رو کرد به من که مجید چشماتو خوب باز کن تا تو عکس درش بیفتن میخوام عکست خوشگل بشه و بعد رو کرد به آتقی که چشمای این بچه دور از سالا و به پدر بزرگش رفته اون خدا بیامرزم چشم ابروی درشت و مشکی داشت و من برای اینکه چشمام خوب درشت بشن به پلکام زور آوردم چنون زور آوردم که نزدیک بود پلکا پارشن و تخمای چشمم از کاسه بیفتن بیرون پیرمرد گفت نه جانم نه دیگه اینقدر به چشمات زور نیار که چشمات چپ بشه سعی کن عادی باشی خودت باشی چشمای پدر فراموش کن فرض کن هیچ اتفاقی نیفتاده و داری خونسرد منو نگاه میکنی به خودت مسلط باش به چیزای خوب فکر کن تا عکست خوب بیفته گفتم چشم شما من دلداری بدین حتما عکسم خوب میشه هر چی فکر میکنم چیز خوبی یادم نمیاد که به اون فکر کنم همش گرفتاری بوده با این حال چشم هر چی شما بگین قبول بیبی بی گفت درست بشین مجید حرف نزن چشماتو خوب باز کن لباتو قنچه کن که دهنت توی عکس کوچیک معلوم بشه گیج شده بودم اصلا یادم رفته بود که چجوری لبهامو قنچه کنم چشمامو درش کنم مثل میخ بشینم و به چیزای خوب فکر کنم عین بچه ای آدم دلم میخواست زودتر خلاص میشدم به بیبی بی گفتم بیبی بی اگه آینه ای بود خوب بود میتونستم توش لب و لوچم و اونجور که میخواستی درست کنم ولی افسوس که آینه ای نیست بیبی بی گفت خیال کن داری دست کسی و میبوسی اون وقت لبات قنچه میشه خوشگل میشی کار بدتر شد حالا مونده بودم که تو اون حال و اوضا و اوقات تلخی پیرمرد چه کسی رو پیدا کنم و ببوسم تا لبام قنچه بشه هر کسی رو تو ذهنم آوردم دیدم قابل بوسیدن نیست اونهایی رو که علاقه داشتم ببوسم دیدم هم جرأت نمیکنم هم کار درستی نیست وقتی اینجوری فکر کردم خجالت کشیدم خجالتم که میکشیدم عکسم خراب میشد خون خون پیرمرد و میخورد در اومد که بیبی بی خواهش میکنم تو کار من دخالت نکنین بنده که بیکار نیستم چند دقیقه زبون به دهن بگیرید تا من کارم رو تموم کنم بیبی بی گفت باشه فقط شما کاری که میکنین عکسش خوب در بیاد چشماش تو عکس درشت بشه پیرمرد جواب بیبی رو نداد اومد جلو و لبا و چونه و کله منو مرتب و میزون کرد و رفت پشت دوربین و گفت تکون نخور حاضر گفتم حاضر آقا بیبی گفت چشمات مجید چشمات یادت نره عکس به سلامت و خیر و خوشی برداشته شد چه عکسی ماه چشما دروش دهن تنگ ابرو تو دلبرو سر و گردن قبراق گوشا مرتب و روبرا و کله صاف و تخم مرغی و از ته شده بیبی بی, بی میگفت چشمات خوشگل نشدن اما خوب درست شدن ولی خودم از عکس خیلی خوشم اومد برای همین بود که پیش بیبی بی التماس کردم تا یه دونه از اون ها رو به خودم بده و فکر کردم که به همه مخصوصا نرگس که دختر چاق و چله و خنده روی همسایمون بود نشون بدم اونم دلم نشکست با آتقی گفت دو تا عکس بیشتر چاپ کنه یکی بده به خودم یکی هم پیش خودش بمونه به رسم یادگار روز بعد عکسایی که مال مدرسه بود به معلممون دادم و عکسی رو که میخواستم به نرگس بدم برداشتم و پشتش نوشتم این جانب مجید عکس ناقابل خود را به شما تقدیم میدارم تا همیشه به آن نگاه کنید و مرا یاد نمایید و این شعر رو هم که خودم ساخته بودم زیرش نوشتم عکس زیبای خودم را به تو دادم که مرا یاد کنی دل بیچاره من را همه جا شاد کنی نزدیک غروب که می دونستم نرگس برای خرید از خونه بیرون میاد عکس رو برداشتم و رفتم سر راهش ایستادم سر کوچه ایستادم تا موقعی اومدن ترتیب تقدیم کردن عکس رو بدم زیاد طول نکشید که از دور پیدا شد جرأت نکردم جلو برم و با دست خودم عکس رو به اون بدم این بود که عکس رو قشنگ گذاشتم میونه کوچه درست سر راهش تا خودش اون رو پیدا کنه نرگس از دور میومد نونی زیر بغلش بود و کاسه ماست ماس به دست داشت چادرش عقب رفته بود و نون دیده میشد همین جور که میومد دزدکی ماستم میخورد دور رو میپایید چهار انگشت دست نرم و سفیدش رو میزد تو کاسه این ماست و میذاش توی دهنش و انگشتا رو خوب میلیسید و باز چهار رو میزد تو ماست من سر پیچ کوچه کمین کرده بودم و انتظار میکشیدم تا نرگس به عکس برسه و اونو برداره نرگس میومد ماست میخورد و یواش یواش به عکس نزدیک میشد هرچی به عکس نزدیکتر میشد دل من بیشتر میزد بدبختی من گل کرد و درست وقتی نرگس بالای سر عکس رسید هوش و حواسش رفت تو کاسه ماست و لیسیدن انگشتاش عکس رو ندید عکس به چشمش نیومد که هیچ پای کوچولو و نازنینش رو درست گذاشت روی اون انگار پاشو با دمپایی روی قلبم گذاشت یهو از کوره در رفتم و نعره کشیدم که چیکار میکنی نرگس تفلک فوری جا خورد و دست پاچه شد و کاسه چینی ماست از دستش افتاد و خورد و خاکشیر شد ماستا ریخ روی عکس خوشگل و نازنین من و کفش و لباس خودش نونم از دستش افتاد کار به کلی خراب شد مثل فشنگ رفتم جلو خم شدم نون و برداشتم و بوسیدم و دادم دستش و بعد عکس رو از میون ماستا و تکه های شکسته کاسه پیدا کردم ماستای روش رو لیسیدم نرگس ها جواج نگام میکرد هنوز از گیجی در نیومده بود عکس لگت کوب شده و ماسمالی شده رو با بغل شلوارم خوب پاک کردم و نشونش دادم و گفتم این عکس منه ببین چقدر خوشگل شده پا گذاشتی روش بی انصاف فرشه ها نفرینت کردن کاسه ماس از دستت افتاد و شکست ماستا ریخ روش من پاکش کردم این عکس مال تو پشتشم چیزایی نوشتم شعری هم که پشتش نوشتم خودم گفتم هرچی درباره عکس حرف زدم نرگس عکس رو نگاه نکرد شش دنگ حواسش پیش کاسه چینی شکسته و ماسته ریخته شده بود وقتی خوب کاسه و ماستا رو نگاه کرد و دید کار از کار گذشته گریه کنون راش و کشید و رفت و منو با عکس زیبام تنها گذاشت هوا داشت تاریک می شد و کوچه خلبت بود تنها که شدم نگاهی به عکس نگاهی به کاسه چینی شکسته و ماستایی ریخته انداختم و به خونه اومدم بین راه هی به عکس و نوشه های پشتش نگاه می کردم. ولی هوا اونقدر تاریک شده بود که نه شعر خونده می شد و نه صورت من توی عکس دیده میشد. دلم میخواست نرگس به مادرش چیزی نگه اما هنوز پامو تو درگاه نذاشته بودم که مادر نرگس اومد. علم شنگه را انداخت که اون سرش ناپیدا. بیبیم دق و دلیش رو سر من خالی کرد و بعد عکس رو از من گرفت ریز ریزش کرد و ریخت تو پاشویه حوز تکه های عکس توی آب حوز وا پخش و پلا شدن چشمای درشت دماغ قلمی لبای قنچه‌ای کله ماشین شده و شعر رو موجهای ریز سوار شدن آروم میچرخیدن مایا شنا میکردن از کف حوز بالا می اومدن. بهشون نوک میزدن سایه قفس خالی که به درخت کنار حوز آویزون بود افتاده بود تو آب